یعنی الان شما یه جورایی داداشی من حساب میشیاره؟ آخه تقریبا. یعنی دایی نخود و نخودچی؟ چی میگه مادر؟ یه جورایی بله. میشه برای نخود و نخودچی خوراکی به خریده ای نادر؟ خواهشم بس کنید، آدم منقلب میشه. من واقعا طاقت دیدن این صحنه رو ندارم. خواهش این صحنه رو درارید. آخه چرا؟ چی شده؟ چی شده؟ آخه بخور بانو لنگی. بله بله. ببخشید قربون اون پروردگار برم. خدا وقتی یه داداش از آدم میگیره زرحمت گشاید یه داداش دیگری به آدم که بله بله. داداش صحبت میکن، چرا نفوت صحبت میزنی؟ منصر من هنوز زنده است. اینا هم برادر آنیه نیستش. دایه هیچ نخود و بستری و شکلات و آدامس نیست. تمام. آقا جهانم تمام که بال من بودش که آقا. من تو نداریم خانوم. چی؟ راستی؟ یه چیزی راستشو بهم بگو. دیگه چیه؟ دروغ بگی دیگه من دلخور میشم. نه؟ این آخریش دیگه. وزوزم؟ آره. آره بابا جان، دختری پسری جایی نداری قایم کرده باشی؟ نه، چون من با این پسرت هنوز کنار نیومدم بابا جان. ولی یه ذره همچین هضمش کردم، ولی دیگه نمیتونم خاله بیندم عمود دایی خواهرزاده برادرزاده رو تعمد کنم، رودل میکنم. خیالت جمع باشه نادرم، دیگه آخریش تمام. خلاص دست دارم. آره چیزی بخور آقا، هیچی نخور. دست درده بگیرم، اما یه ذره خیال است. آقا جهان، بابا جهان، ما در حق شما کم بدی نکردیم، حلالم کن. بذار بیام دست تو ببوسم. لازم نکردش، من کاری با تو ندارم. املت رو بخور بابا. ماما خود کار کردیم. هر روز هرچی شما بگی. چند سال بود من یه سفره ندیدم، چند سال بود یه خونواده واقعی ندیدم، چند سال بود ندیده بودم اعضای یه خونواده اینجوری به پر و پای هم بیپیچن، لقمه واسه هم بگیرن، به هم محبت کنن، قربون صدقه هم برن. مادر دلم لج زده بود واسه یه همچین گرمایی، واسه یه همچین صمیمیتی. آقا جهان بذار بیام دست تو ببوسم. لازم نکردش، من اصلا با تو کاری ندارم. حسرت داشتن یه بزرگتر، یه پدر که گاهن بگیره گوشمو بکشه، اصلا بزنه زیر گوشم بگه نادر آدم باش، داشتم مادر. نداشتم. بسا بیام دست تو ببوسم. من تو محسن هم نبیدم دست نمیذارم تو خواه تو ببوسم. بسا خواه تو ببوسم. بسه بلش کن، بسه ماله، بسه بلش کن. بلند شم، بلند شم، خجالت بکشین دیگه. بسه آقا جان، این شبونه بدبخت دو ساعته داره التماست میکنه، تو چقدر سنگ دلی که نمیبخشیش؟ بس من طاقت دیدن این صحنه ها رو ندارم، دل ما رو خون نکنی. من چرا اینجوری میکنی؟ هم دیگه رو ماش کنی؟ ماش کن بسته سر منی زشته بهت میگه بابا. برو بشین سر جاتون، بشین اینجا. بشین نه نشین خان، بیا بردن. برمشین. بیا پیش مامان من. بیا. دل آدم رو خون میکنیم. بابا مردم. تو حضرت هم چی خونه بایده ای؟ لعنه هم میزنه. خواهش میکنم با تک تکتونم تا موقعی که من تو آغوش وطنم، خواهش را رعایت بکنید. بذارید من وطن رو ترک کنم. من 19 سپتامبر دارم میرم، 20 شب برمیگردم. بابای زری خیلی ظریفه، یه لیوان آبی چیزی بهش بده، بعضن انقدر فکر نمی کردم. بابا نولنگی من به جان شما این شکلی نبودم، من ظریف بودم، آروم بودم،
این زندگی، این رفتارا، دیدن این صحنه ها روح آدم رو خشن میکنه. میدونم. خواهش میکنم نمه احترام بگذار. بابا میدونم، ولی دیگه اینقدرش هم خوب نیست. آدم باید قوی باشه که قد و قامت تو ببین. این بده. او کرده. بمیره بدن مامان من، ورزش کنه من. دیگه به سلامتی، بدون خون و خون ریزی دیگه این کاروانسرا هم تکمیل شد. یه نگارم و کم داره. به افتخاره. به افتخاره جهانم. براو براو اکسلنت اورجینال. ما لنگی به سلامتی نگار خانم دارن تو همین سپریمور بر میگردن. ببند دهنه تو، ببند. به چه اجازه ای؟ به چه اجازه ای اسم خانواده ای منو میاری؟ اولا که همه خانواده این، ببخشید من که شجرم مشخص، پدر بزرگم از سرخپوستان دریای مارلیک بوده و حالا گذشته و همه چی مشخص. بعدم ببخشید قبل از اینکه شما وجود خارجی داشته باشی، من نگاه خانم رو میشناختم و میدیدم روحیات اخلاقیات شما. اصلا من تو همین الان شبی نبوده به نگار خانم ایمیل نزنم. چه غلطی میکنی؟ نه نه نه، میزدم اونشو که جواب نمیدادم. من این باکسشون رو پر میکردم تو دلتنگی نکنن تو خارج. اگه یه بار دیگه اسم دختر دایی منو به زبون میاری، چشاتو از پس سرت میکشم بیرون. ببخشید مزه خوب آقا جون، نگاش بکن. ببخشید خودت به چی مینازی؟ بذاری اون گروگانایی که گرفتین آزاد چه مال دوزیه برسه دست صاحبش. معذرت میخوام، شما خودت دایی عمود لطمه ای که به سمت بیمه زدین مغول به ایران نزد. ببین شناسنامه تو زیر بغل منه، وکیل قلابی دوزاری. نمیزن تو دانش مامان. خب یه من. وای داداشی تو رو خدا دعوا نکنی. نخود و نخود چی میترسم به خدا. مامان من. جن مامان من. ببینم این آقا جون چشه عدس من هنو تو لکه. نه مامان من. جهانم بازم که حیرانی، چرا غذاتو نمیخوری؟ از وجدان دادی؟ نه بابا، فکر محسنه بسرم. نمیدم الان چه حالی داره. این بده، من تا آقا جونم لبخند رو لبش نیاد سر این سفره نمیشینم. جهانم داداشیم کجا رفت؟ بابا چقدر با حال هستید؟ بابا اشکا خیلی خوب شرمنده زدمتون، ببخشید. بابا تو بابا بیادبی کردی، بیشخصیتی کردی. من از هیکل خجالت کشیدم نزدمه. محسن جون، محسن، داداش چیزی شده؟ غذا تو بخور. چرا نمیخوری تو؟ شما بخوری، من چیزی از گلوم خوری نمیخوری. حالا محسن، محسن بخور. یه همچین غذایی تو اداره خوردی؟ دمش کن به این بچه ها. بخوری من نکن. یه همچین گرونگانگیری سالی قرنی یه بار اتفاق میفته. بابا شما خیلی. خیلی چی؟ هیچ، غذا تو. خیلی خوبیم، ما خیلی خوب. لیبونه ای؟ مهمونی که نیومدین، گروگان گرفتنتون، میخوام بکشنتون. خوشحال بابا اینا داداشی خودمونه. یه چند روز مهمونیش مونی، بیمه هم که پولو بده دوباره برمیگردی سر کار زندگی خودمون. داداش میگم من بر نمیگردم بیمه. اینجا بهتره بابا، خسته نشدی قبل ابرو جو رفت اومد. بچه‌ها میگن فیروز خان نیروی کارآمد جوان جذب نمیکنه. چرا نکنه، کی بهتره خودتون. ما که خیلی خوبیم. ای پدنیم خلاص شما را. محسن بزن یه لقمه. محسن جون بخن، همه دو روز اینجایی ها. فکر کن رفتی شما. منو نگاه کن، نگران نباش، خانم محمودی آزادت میکنه. آره بابا جان من بخن. تاکی دو روز بایستم. سیزده بدره. آره چی بگم بابا، اومده سیزده بدر؟ میخوای جنازه تو اینجا بندازم بیرون؟ غلط کردم آقا، ببخشید. از شما دو نفر متنفرم. برهانی وقتت داره تموم میشه، یلا جمعش کنید. آقا شما این دوتا رو آزاد کن بذار برن. شما با من طرفی، من وای میسم.
چی میگی محسن؟ ما نمیخوایم آزاد شیم. ما تازه آدم مهمی شدیم. بله بابا محسن جون، کی فکرشو میکرد کسی بخواد به خاطر آزادی ما پول بده؟ بابا اینقدر تو زندگیم احساس مهم بودن نکرده بودم. فیروز خان من با این حال نمی کنم، ولی این دوتا خیلی باحالن. باحالن؟ خیلی آقا، درجه یک از اینا. از آن حرف ندارم بخونم. به من الان یه کاری میکنم بیحال بشن. بهتون گفته بودم از شما دو نفر متنفرم، احمق و احمقتر. سهراب جناب فیروز خان، عملیات شکنجه جواب داد، پدر جواب داد. مردی که کنم پدرش کن چیکار میکنی؟ زیادی آروم باش، این کشه به بزر شومر اینا. چیکار کردی؟ خودتون گفتیم بندازمش. خب بگید چرا ماچه هم دست سر و صداست؟ چرا به در و دیوار میخورید؟ ببین الو طوفان، این صدای کی بود؟ من رضا پسندیده هستم از بیمه، نمیخوام زیاد کشش بدم. با پرداخت خسارت موافقت شده، به جان بچم خودم موافقت کردم. یه دقیقه حرف منو گوش کن. ببین کافیه تو بیا اینجا چند تا کاغذ امضا کنی، خسارت بگیری بری، پولو بگی برو، فقط اون گروگانا رو آزاد کن. عجب، پس بیام اونجا چند تا کاغذ رو امضا کنم، بعدش هم شما با پلیسا عین زنبور بریزید رو عسل؟ نه عزیز من، نه. ببین اصلا پلیس در جریان نیست که. شما که گروگانا رو داری از چی میترسی؟ شما فقط محسن منو آقای برانی رو آزاد کن، بعد بیا خسارتتو بگی. یه مشت ابله دور هم جمع شدید، یه راه حل پیدا کردید، فکر کردید منم مثل خودتون ابلهم؟ ببین طوفان جون، ببین چی دارم بهت میگم. تو یه شماره حساب بده، تمام کارهای بانکی و اداریشو با مسئولیت خودم به جون بچم من خودم انجام میدم. آقا پول تو حسابت که واریز شد، اون گروگانا رو لطفاً ول کن، خواهش میکنم، قربونت برم. آره دیگه خوبه دیگه، قبول کن. آخه کجای دنیا یه گروگانگیر برای آزادی گروگانهاش شماره حساب میده؟ پولو بریزید بعد حساب رو بلوکه کنید؟ یا رد جا به جایی پول رو بزنید؟ نه عزیز من، نه. اصلا میخواید بیاید یک رسیدم براتون امضا کنم؟ با تو هم ورد عملی تو یکی خفه. ببین عزیز پسندیده، پس ما چجوری این خسارت رو به تو برسونیم؟ کش، پول نقد. ببین عزیز پسندیده، من فیروزم، فیروز طوفان. زمان، مکان و نحوه مبادله گروگان ها رو من تعیین می کنم. امشب دوباره با هاتون تماس می گیرم. فعلا خدا نگهدارتون. قد کرد. وای چیکار کنیم؟ یه دقیقه ایزه بده من فکر کنم. باش تشتکی فکر کنم شکسته. تشتکتون؟ تشتکی کجاتون؟ زانوه دیگه، تشتک مال زانوه کشککه. ای کشککه. چی میخوای این خرمگس هی دور بر من میپلکی؟ فهمیده من اینجا خیلی باوشه. من اولی شما رو دیدم فهمیدم اهل معاشرت هستن، این خوبه. من هیچ معاشرتی با تو ندارم، بنال ببینم چی میخوای. من اولی شما رو دیدم فیستون از نادرخان خیلی بهتر بود، این یک. دو، من برادریم به شما ثابت کردم یا نه؟ فرض میکنیم ثابت کردی، بنال. آقا من نادرخان گذاشتم که نه شما رو چسبیدم. بنال ببینم چی میخوای. بگم؟ بنال بگم من صنوات میخوام. صنوات میخوای؟ بله. باشه، اشکالی نداره. 28 روز پیش نادر بودی که بهت پرداخت میکنه، بچه خوش حسابیه. نمیده، خلفش. باقیش هم که اینجا بودی، میگم بچه های حسابداری به حسابات برسن، یه بخشیشو سر ماه پرداخت کنن، باقیش هم ماه بعد. آخرهای کار. خب، ایک پشت کفتر سبزه، ولش کنه.
سختی کارم که نه حق سختی کار نه. خیلی خب حق اولاد بده. چند تا اولاد داری؟ من که هنو ازدواج نکردم، گفتم به نادرخان گفتم نداره هنو. احمق، تو هنوز ازدواج نکردی، حق اولاد میخوای؟ در شرفه. خب بیمه خب این یه چیزی، بیمه حقته، حق همه است. درد بلاتون. حق بیمه همه باید پرداخت شد. گول آخه یک تا چهار، بیایید اینجا. یالا بینم. سلام. کارای پرونده اداریشو انجام بدید، حق بیمهشو بذارید توی جیبش. مدارک اومد امراته؟ بله. آره بابا، همه مدارکش تحصیله. یالا ببریدش. عزیزم، تو مطمئنی زنگ میزنه؟ من داداشم میشناسم زنگ نمیزنه. آی تو آب قنده تو بخور. آخه برای چی نباید زنگ بزنه؟ دیوونه زنگ نزنه. فیروز دنبال پوله. پول. راست که دیزن. آخه همش گریزاری زنگ میزنه دیگه. پولم که همه رو فراهم کردی. بله. ما الان باید به فکر سروسات عروسی باشیم، پیرهنتو بدوزیم. اون تالاره چی شد؟ چی میگی مامان جان؟ لباس عروس چیه؟ من فقط به فکر محسنم. خودش بفرمایید. با سلام، کاویانی هستم. عزیزم شما بیمه عمر داری؟ بیمه عمر؟ من خودم تو تمام عمرم تو بیمه بودم خانوم. قد کن خانوم، من تمام شهر رو من بیمه کردم. تلفن مهم داریم خانوم. قد کن بچش کن. من نگفتم اینا زنگ بزن نیستن، لیم اینا دست منه آقا. به این راحتی گروگان آزاد کنم پول بگیرن؟ قد خبری نیست. اول گوش. وای خدا. دوم دماغ. وای. سوم انگشت. قسط چهارم رو میگیرن مچ بابا. آی خدا. بابایی ببینش اصلا فکر نمی کنه نخود و نخود چی میترسن از این حرفا. من میرم بابایی. برو باشه، برو این حرفا برای تو خوب میشه. بر سر من رایت نمی کنه. بابده مراد، بابده. تو چی رنگ در روده درازی؟ هی پیاز داغش زیاد کن، هی لعاب بده. آخه من وابدم، اونا وا میدن. نه کاشف جان، شما بهتر میدونی. باز گفت کاشفه، میگه کاشفه، من چه میدونم؟ نگو دیگه آقا مراد، دیگه خوشش نمیاد، خوشت میاد. بابا من میشناسم فیروزو، من میگم زنگ میزنه، زنگ میزنه. عمران اگر زنگ بزنه، این خط، این نشان. بیبا داره زنگ میزنه. محسنه دیگه، محسنه. الو محسن جان، محسن. سلام عروس خانم، بعد موقع که مزاحم نشدم. گفتم شاید بخواید برای آخرین بار صدای آقا دامادتون رو بشنوید. به اینا هیچ پولی نمیدین آه؟ من اینجا جام خوبه. آخ جام بده. چی کار داری میکنی؟ میشکنه نازکه. بفرما، گفتم بوش. آخا بچه میخوام بشکنه، بهت میاد، این کشتیگیرا میشه. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. فردا صبح یک کیف پر از دلار، صد دلاری تا نخورده، همش باند رو. تا آخرش میشمرم یه دلار کم باشه، عروس خانم باید به جای لباس عروسی لباس عزاتنت کن. یه سنت هم بد نمیدم. حالا میبینی. من تا فردا چجوری همه پول نقد رو جور کنم؟ آخه پدر سوخته، آقا بکن عرض نیمایی حساب کن. دیگه اون مشکل شماست، با هر عرضی که میخواید محاسبه کنید. بده به من ببینم. آی فیروز، منم ناهید زن داداش خدا بیامرزت. خط رو محسنین بیفته خط خطیت میکنم. منو که خوب یادته. مامان اولنگی.
به به ناید خانوم، خانوم خانوما، عروس خانوم، عذر تقصیر که شب عروسی با گل و شیرینی خدمت نرسیدیم. ناید خانوم، ما اگه اینجاییم، اگه چیزی بلدیم، همشو از نصیر یاد گرفتیم، از شما یاد گرفتیم. چرت نگو، اون نصیرم تو زیر پاش نشستی، نادر منم همینطور، وگرنه اینا آب و گلشون حرف نداشت. بله، آب و گلشون خوب بود. باشه، اشکالی نداره، الان دیگه شما اون وری و ما این ور. حالا دیگه نگران محسنی جایی که نگران خانواده خودت باشی. خانواده من دوروبر من، مثل تو تک و تنهایی که نیفتادم که. گوشت با من باشه، یا فردا محسنی رو آزاد میکنی یا وگرنه وگرنه این در کار نیست. پول که آماده کردید با من تماس بگیرید، مکان و زمانش رو بهتون اطلاع میدم. از شما دو نفر بدم نمیاد. دیدی محسن؟ دیدی از ما خوشش میاد؟ ازتون متنفرم. دیدی خیلی بدش میاد. اختیار داری. بی‌ادبی از ماست که بر ماست. ارادت. خب پولا رو گرفتیم، بالا رو تحویل صاحبش میدین دیگه. احمق، مگه من مثل خود دیوانم؟ نمیخوایم بارو رو تحویل صاحبش بدین؟ خب وثیقه‌شو پس میگیره، زندان فیروز خان. من چه اون جنسا رو تحویل بدم چه ندم، دیگه به اون زندان لعنتی بر نمیگردم. از کجا میبینی؟ اون بر آب شمال. احمق، اون بر آب میشه شمال؟ دیوانم برم شمال؟ یعنی اون سر دنیا؟ تو هم میای؟ آره آره، در رکابتم فیروز خان. فعلا قاچ زین و بچسب رکاب پیشکشت. قاچ زین؟ جلوی زین رو که میگیرن میگن قاچ زین. فهمیدی؟ نه. میدونستم. مواظبشون باش. چی شد آقا؟ چی شد و زهر مار گرفتی کپیدی؟ آره دیگه، من مسخره شما هم، دور هم جمع شدیم بخندیم، تنزه نه؟ نه آقا، فکر کردم آخراش دیگه میشه. غلط کردی، فکر کردی آخراش، تازه اولشه. پاشو داداش پاشو، آقا فیروز زحمت کشیده صبحانه آورده، فکر کنم امروز دیگه کهل پچه هست. کوکله برو بازشون کن، بودو ببینم. یالا بازشون کن، میخوام بریم سر قرار. قرار؟ آره قرار. چیز عجیبی گفتم بهت. یک مشت دلار در ازای خوب بد زشت. یالا بجام. آقا من نمیام. آقا ما تازه به شما زپپی جونم عادت کردی. چه غلطی داری میکنی سهراب؟ تو دیوونه ای؟ چطور؟ میخوای با صندلی ما رو ببری؟ آقا بازش میکنم؟ خودت چی فکر میکنی زپرتی؟ بازشون کن، نمیخواد فکر کنی. نمیخواد زپرتی. بدرم هست. Thank you.
الو ببین آقای پسندیده، معلوم خیلی وقتی اینجا هستم، هیچکی نیست اینجا، یه جایی متروک و همچه خیلی کثیف هم هست، یه زنگ بزن بهشون بگو اگه نمیام من برم اینجا خیلی ترسناکه، بعدم جای پای گرگ من دیدم، الان غروب بشه گرگ هم میان بخوابن اینجا منی تیکه پاری میکنن و قربون شکل، یه زنگ سبکو صدای موتور میان. آره یه موتور داری بیا بعدا زنگ میزنم. خدا سلام اسمه خیلی چیه؟ چه مرگت زور میزنی؟ از اینا میخوام. از اینا؟ پوری دارم اینجا رو... به حرف زدن باش ابله. چی میخوای؟ از این بیسکویت ها؟ آه؟ از این بیسکویت ها میخوای؟ نه نه از این کلوچه ها. کلوچه چی ابله؟ اینا کلوچه هست. من از اینا متنفرم. شما کارشناس های بیمه آدم های عجیب و غریبی هست. بله ما عجیب. نمیدیم؟ الو زپرتی اینجاست. کیفم آورده. گوشی رو بده به مرد مبادله‌گر. بگیرش. موبایل مردم رو میدازی؟ بگیر نمیخرم. فقط با کارتون. صحبت کن. الو. بله. الو. تو کی هستی؟ من بابای محسنم. خوب گوش کن پدر محسن. باباست؟ سلام برسون. به موقعش. اگه ریگی تو کفشت باشه و پلیس رو خبر کرده باشی امشب دیگه به خونه بر نمیده. خیال راحت. ما از اونا شیستیم. از اینا شی. آفرین. آفرین. همین توقع رو ازت داشتم. حالا به سمت چپت نگاه کن. چی میبینی؟ چپ. گفتم به سمت چپ نه به سمت راست. راست. حالا چی میبینی؟ همیتی چپ و راست شم. چیزی نمیبینم. بعد یه قطار درب داغون و قرزه میبینم. خیلی خوب. توی اون قطار اون دوتا دنبه بیمطرف نفرت انگیز چرب به همراه پسرت نشستن. کیف پولا رو میدی به زپرتی، میری اونا رو بر میداری و میری رد کارت. اگر همسرم ناهید خانوم بفهمه وای به حال شما. منو از ناهید خانوم نترسون، پولا آماده است دیگه. آره آماده است. به دلار. همش به دلار اینجاست. خیلی خوب، گوشیده بده به زپرتی. جونم فیروز خان. ببر. زپرتی گوش کن ببین چی میگم. یه عکس از مرد مبادله‌گر میگیری و با خودت میاری برای من. چی تموم میشه حرف تو؟ ببرم دستگیرو. خیلی خوب، بتمر چند لحظه. مرد مبادله‌گر؟ آره دیگه، همون که کیف پولا رو آورده. یلا چشم فیروز خان. زود برگرد بیا. اینک تو در بیا. برای چی؟ خواهم عکس بگیرم. خواهم عکس رو بگیری؟ به اینک هم چیکار داری؟ خوب بگیری ها. کیف اول بچه هم محسن. محسن اونجاست دیگه، نمیبینیش؟ تو قطاره؟ اونجا چرا؟ برته. من هم دستویم. یه او گرفت. مجبوری مگه اون هندق بلا رو هی پر کنی که هی بری دستشویی و بیای؟ ضعف میکنم نخورم چیزی. شما کارشناس های بیمه چقدر؟ آدم های عجیب و غریبی هستیم. محسن! بابا! محسن جا اومدم کمک کنم. نگران نباشی محسنم. کو محسن جا بابا کجایی؟ بابا محسن
سرم کو محسن کو اون پیروز زبرده گل محسن چی؟ بسرم رکب خورده بیرازم به جمع زپرتی چش فیروز خواه گولمون زدن نامردان گولمون زدن پس بازی رو با فیروز شروع کردید به جای پول روزنامه برای من میفرستید آره بلایی به سرتون بیارم که تا عمر دارید یادتون نره فیروز دست کم گرفتی داره حالا چی میشه؟ حالا هیچی نمیشه اون دوتا دنبه یه چرب نفرت انگیز به هیچ درد ما نمیخوردن سوژه ما برهانیه که اینجاست عکس مرد مبادله رو بده ببینم آه دساتن عکس رو برای چی میخواستن آقا؟ برای آرشیو قربانیام یلا میشه منم ببینم دلم برای با اون تنگ شده خیلی آخ الهی بمیرم تو این چند روز چقدر عوض شده بابا ببخشید این دایی میره اینه کاشف تقلبی برهانی برات متاسفم پدرت نخواست تو رو نجات بده غزل خداحافظی رو بخون چرا؟ بزنمش آقا چیچی رو بزنمش؟ وای سال نزنی ها نزن با من خودم شاکیم به جون خودم من شاکیم من الان ناراحتم که به جای پولا اینا رو گذاشتم اصلا کار بعدی کردم ساکت باش سواله کار بعدی کردم اینجا فقط فیروز خان حرف میزنه کار بعدی کردم دستتو بنداز سهراب بنداز هنوز یه کار کوچیک باهات دارم چی؟ زپرتی جون فیروز خان تماس با مرد مال خر 3 2 1 حرکت بذار اونایی که این گروگان گیر گرفتن آزاد بشن بذار اونا آی 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 نه بزن آقا چی بود بالا بودی